When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. از حجم جوشایی که میزنم دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. دیگه قشنگ مثلا تازه رسیدم به سن بلوغ، دارم جوشای سن بلوغ رو میزنم. انقدر که دارم جوش میزنم چرا تموم نمیشه؟ بعضی ها رو دیدی اصلا جوش نمیزنن؟ چرا من اینجوری نیست؟ اصلا محمد اصلا جوش نمیزنه، بزنه شاید سال یه بار یا دو بار دیگه خیلی بخواد. دقت کردید توی تمام ولاگای من هموم هست؟ توی حالا تمامش نه، ولی توی اکثر ویدیوهای من هموم من هست. خاطر اینکه هموم خیلی چیز مهمیه و ویدیو میگه هموم چه کپکی بشم ویدیو به ویدیو. نه واقعا به خاطر اینکه هموم در زندگی من نقش مهمی داره. هموم میتونه حال منو خوب کنه، هموم میتونه انرژی به من بده، هموم میتونه بوی تمیزی به من بده. کاش یه چیزی میشناختم که جای جوشو از بین ببره. جای جوش، حالا میگیم جای جوشه، این جدیدا رو چیکار کنم؟ بچه ها من موهامو کوتاه کردم و خیلی زیادم کوتاه شده. الان یه ذره دیگه خشک بشه این میاد بالا چون فره و اینا. یعنی تو چیزی نمیخوری؟ لقمه و اینا؟ نه. چرا؟ زیادم از بچگی از صبحونه خوشم نمیومد. صبحونه به این خوبی؟ چون آدم از خواب نازنین بیدار میکردم میگفتم صبحونه بخور. که هر آدمی وقتی از خواب بیدار میشه صبحونه بیدار میشدم اشتها نداشتم ناهار بخورم. تو از اونایی بودی؟ آره، تا دیر وقت خواب بودی. آره، البته من خودم تا یک دو سال پیشم اینجوری بودم. همین بود، لاغر بودم دیگه، نمیخوردی زیاد. آره. چیری؟ آب پنیر ریخ. آره؟ آره. یکی از نشونی های این که زن خونه چرمنگه این که وقتی پنیر در یخچال میاره آبش بریزه. بچه ها همسایه ایرانی اومده، قبلا هم داشتیم ولی خب مجرد بود. چه آمارش دارم بعد خیلی سرصداش کم بوده. یکی دیگه اومده که جمعیتشون هم زیاده، هر دفعه که میرم میان تو راه رو پر سرصداه. حسین آقا تشریف داشته باش. مرتضی جان به خدا مهمون داریم، بریم بیاییم. چش ویدیو قبلی رو که گذاشتم همه گفتن که آفرین تنی، شدم پوست استخوان. تو نه، من. آها تو. گفتن که آفرین به چیزی که میخواستی رسیدی و واقعا هم همینطوره. امروز نمیدونم روز چندم چالشمونه، فکر کنم جمعه روز 75 میشه. خب ولی خیلی خیلی جواب گرفتم و یهو هم جواب گرفتم. کاری تو چش من اونو. حتی من بچه که بودیم، خب مامانم میومد تو جمع چیزی رو تعریف میکرد، بعد من اصلا تو جمع نبودم، مثلا داشتم بازی میکردم. یهو میومدم اونجا میگم کی همچین اتفاقی بر خونه ما افتاد. بعد مامانم میگفت ای تنی تو اصلا نبودی فلان نگو. بعد من گفتم که بابا مگه همون موقع رو نمیگی کی هم چه اتفاقی افتاد؟ بعد مامانم انقدر بد نگاه میکرد که مثلا باعث میشه بقیه فکر کنن داره دروغ میگه دیگه. خیلی از صبح اصلا محمد اشتهای صبحونه نداره، ولی یه وقتایی مثلا من زورم میرسه میگم نه باید بخوری، ولی بعضی وقتا مثلا الان اصلا دیگه نمیتونه بخوره. چرا؟ چون شب قبلش حسابی خورده. یعنی ببین انقدر شب قبلش خورده که صبحش نمیتونه چیزی بخوره. خب سکینه، من میرم. خودت میدونی و خودت. فهمی بی جنبه بازداری بازی میکنی؟ آره بچه ها، من از اونجایی که وقتی به یه چیزی گیر میدم دیگه ولش نمی کنم، الان چند روز افتادم روی مزرعه داری، الان به کلی دستگاه دارم. همچه خیال نکنی.
بعد من 10 دقیقه گوشی رو دست میگیرم جیغ و دادت میره هوا. من وقتی بیکارم میشینم پای بازی، نه اینکه تو کار داری باید تدوین کنی بعد میشینه پای ببینم بچه چیکار داره میکنه. خب بگو. ناناس مامان به خدا، این پسر قنده عسل که میگن اینه. آره خلاصه افتادم روی بازی هیدی و مزرعه داری میکنم. یه بازی دیگه ای هم دارم. خب اون خیلی استرسش بیشتره، بازی آشپزی. این خیلی باهاش دوام میشه، بخاطر اینکه از قصد منو میبازونه. همینجوری دیگه یهو به یه چیزی گیر میدم، یهو هم میذارمش کنار، احتمال زیاد یه هفته دیگه پاکش میکنم. بچه ها این همون گلیه که یادتونه گفتم که صابخونه برامون گذاشته. این گلیه که صابخونه برامون گذاشته خیلی گل خوشگل و راحتیه، بعد همین جوری هی داره بزرگ میشه. ببین این الان جدیده، این خودش جدید بوده، کلی از وقتی که ما اومدیم کلی جدید داده. الان چند وقته که ما اینجایی؟ فکر کنم 6 ماه شد. ببینید چقدر رشد کرده و خدای خیلی گل آسونیه. فقط من میذارمش این بالا که در دسترس بچه ها نباشه، یه وقت ما نیستیم بخورن و اینا. بعد بعضی وقتا یادم میره که بهش آب بدم و این برگای توش وقتی زرد میشه خیلی ناراحت میشم. اینجوری هم که نمیدونم کار درستی میکنم، دارم میکنم برگا، ولی فکر میکنم که کار درستیه که برگای زرد و یا خشک رو باید بکنم، درسته؟ فکر میکنم کار درستیه. همین جوری هم داره جدید در میاد، خیلی خیلی حس خوبیه وقتی همینجوری هی داره بلندتر و بلندتر میشه و برگای جدید میاد. فقط باید حواسم باشه که نمیدونم چرا زرد میشن، نمیدونم آب زیاد میدم یا آب کم میدم، نمیدونم دلیلش چیه، باید اینو مدیریت کنم که خراب نشه چون خیلی دوستش دارم. اسمش هم گل صابخونه است دیگه، به این اسم میشناسیم. فیلم بگیرم رفته توی اتاقره به بچه ها اعلام کنم که چند روزه که ما ویدیوی 2MT رو گرفتیم، ولی تو تدوین رو شروع نمی کنی. شروع کردی ولی با فسفس. الان 1 هفته است که ما ویدیو رو گرفتیم، برو خواهش بکنم. ولی این آقا تدوینش هی چیکه چیکه است. امروز یه ذره دو فردا یه ذره. الان تا کجا زدی؟ ما 1 هفته پیش ویدیو رو گرفتیم. برو چیزم نکن. بگو تا کجا زدی؟ چقدر ویدیو رو زدی؟ فردا انشالله آماده است. فردا آپلود میشه؟ انشالله ببینیم چی میشه. بگو، تاریخ بگو، بچه ها نمیدونن که الان دقیقا چه روزی هستی. انشالله بی حرف پیش. یهو یه مشکلی پیش اومد. هیچی رو صفحه نیست. خب اصلا خب همینش عجیبه. من این ور دارم یه سری کارا میکنم که بفرما. این همه چیزی اومد رو صفحه. من چقدر بچه ها زحمت. تازه این یه پروژه است، اینترو اینا فرق میکنه پروژهش. تنی الان این کجاش تا کجاش رو زدی؟ من گنده رو ببین، من چاق رو ببین. نگاه کن چقدر خپل و چاقی تو. الان چقدرش رو زدی؟ چند دقیقش رو زدی؟ ببین ادیت من لایه ایه، اینجوری نمیتونم بهت بگم چند درصد. آها. الان 3 لایه انجام شده. هی لایه لایه از اول میرم جلو تا آخر انجام میدم. صندلی تو بچه ها دیدن ولی توضیحی راجبش نشنیدن. صندلی باد میشه. ببین که چقدر راحت. اینجا میشینم میرم ویدیو پیدا کنم اکسپلور گردی. آره. پشت بر سر کاره. بلند شدن از روی صندلی خیلی سخته. آره. اینکه بادیه. خدافظ. کوکی. اینجا نشی، میخوام درو ببندم در اتاقشو. کوکی نمیذارم ببن. شویی صحبت کردم، این هم یکی از همون صحبت های لباس شوییه. معمولا آخر هفته ها
چند روزی خونه نیستیم، بعد وقتی برمیگردیم خونه از اونجایی که فصل ریزش مو بچه ها شده، یعنی رسیده، وقتی موهاشون زیاد میریزه من خیلی بیشتر جارو میکشم. بعد وقتی که آخر هفته خونه نیستیم برمیگردیم دیگه حجم مو خیلی زیاد میشه، به خاطر اینکه دو سه روز حساب کن که مثلا جارو نمیشه خونه، بعد وقتی من میام مو خیلی زیاده، حساسیت شدیدم شروع میشه. و اینکه پاتو داریم توی لباسو میتونیم بندازیم؟ آره حساسیت من عود میکنه. اولا که قرصی که همیشه میخورم تلفسته، اینو خیلیاتون میدونید، ولی وقتی که خارش چشم شدید میگیرید برید یه یخ بردارید از توی فریزر، یخو برای چند ثانیه روی چشاتون بذارید، معجزه میکنه. اونایی که حساسیت دارن و خارش چشم میگیرن و بقیه اصلا مهم نیست براشون، چرا باید این کار انجام بدن؟ لنزو اشتباه آوردم، به خاطر همین تو ماشین فقط این قابو میتونیم داشته باشیم. این قابو یکی هم نیوردی؟ نه اون یکی هم نیوردم، اون یکی لنز بازتر بود و ما میتونستیم که ماشین رو داشته باشیم تصویرشو. خلاصه که ما اومدیم بیرون یه سری کارهای اداری نانیم اونا رو انجام بدیم. سگین سپسون جاده رو بستن، جاده بسته است، اینجا قفله، قفل معلوم نیست چه خمنه. بپیچ راست بپیچ راست بپیچ راست. که چجوری میاد توی یه محیط آروم و جذاب چکم کنیم؟ بچه ها اینجا ما اومدیم الان یه محله که ایرانی توش خیلی زیاده، یعنی این محله به این معروفه که ایرانیاش خیلی زیادن. بعد کاملا این موضوع مشخصه، خیلی بیشتر از اینکه سمتی که ما هستیم من دارم آدمای ایرانی میبینم. دیدی گفتم کره ایرانیه؟ امیدی همه با این لنز نکی همه ی هموطنهای ما اینجا. بچه ها من روزای اول که رژیم رو شروع کرده بودم با ورزش های یوتیوب میرفتم جلو، رژیمم هم که رژیمی بود که دوستم بهم گفته بود. بعد چند وقت احساس کردم که باید یه ذره حرفه‌ای‌تر ورزش کنم، یعنی اینجوری که یه نفر حواسش به هم باشه. و اینکه شروع کردم با یه نفر صحبت کردم، به هم یه سری ورزش داد و الان دارم رو ورزش‌های اون میرم جلو. و شاید باورتون نشه، من توی یک هفته احساس تغییر رو تو خودم دیدم. چیزی که توی رژیم به من گفتن، یه سری نکته به هم گفت که یکی از نکته های غذایش این بود که هفته یه بار ماهی رو بخور حتما، بعد اینکه توی یعنی وعده های غذاییت باشه، بعد اینکه میگفتش مثلا برنج و شب نخور. خلاصه که امروز ماهی نه، امروز نهار ماهیه. الان 72 روز گذشته از چالشی که داشتیم، یعنی امروز سه شنبه است که 72 روزه، جمعه 75 روز تموم میشه. من سری اول خیلی بیشتر مراعات کردم، یعنی خیلی بیشتر حواسم بود که حتما
هر چیزی که توی چالش هست رو باید انجام بدی طبق اون چیزی که خودم برنامه‌ریزی کرده بودم. اما این سری اونقدر سخت نمیگرفتم. شاید یکی از دلیلاش این باشه که من یه بار این چالش رو کلن رفتم، بعد اینجوری هم که بابا من یه دور رفتم اینو دیگه، حالا مثلا الان اونقدر سخت نگیر به خودت. و خیلی خیلی باهاش راحت تر بودم نسبت به اولین بار. خلاصه که سه روز دیگه 75 روز تموم میشه و من این سری برای بار دومه که میتونم. خیلی اینجور وقتا واقعا به خودم افتخار میکنم. خیلی یه لحظه بیا جلو، میخوام به بچه های چیز نشون بدم. بچه ها همه تون میدونید که من عاشق نیویورکم و همه تون میدونید دیگه. دوستم فرزان که میشناسینش توی تمام ولاگای کانادا هستش، توی بیشترش رفته بود نیویورک و برای من سوغاتی آورده و میخواستم اولین سوغاتی من از نیویورک رو به شما هم نشون بدم، به خاطر اینکه شما میدونید که من چقدر نیویورک رو دوست دارم. و این ماگ روی این دراور میمونه به خاطر اینکه تصمیم گرفتم روی این دراور هر چیزی که خیلی برای من ارزش داره رو بذارم. مثلا این دوتا رو ببین، اینو از مغازه ایرانی بود، از این مغازه ایرانیایی بود که مثلا توش وسیله های قدیمی ایرانو داشت. حالا وسیله های قدیمی هم نه، ولی خب اون مدلی بود. آلبوم آدم فروش شادمهر رو خریدم و آلبوم اسمش نمیدونم آلبوم چیه، این آلبوم گوگوشه، آلبومیه که توش کج کلاخان و اینا بوده. اینم که از یکی از سفرهای چیز کلونا خریدیم، آره اینو از کلونا خریدیم. این صدفیه که از اونجا کجا بود، خوب سفر رفتیم ما محمد علی. این از کجا آوردیم؟ مهمی، صدف همه جا هست. نه نانای موی، جزیره نانای موی؟ نانای موی دیگه نانای مو؟ نانای مو، نانای مو. آره اون جزیره که رفته بودیم کلبه بود و اینا. این سکه هرم باید بیاید دیگه نزدیک. این سکه یکی به همون داد، فهمیدیم که سکه برای سال 1928 میدونی چقدر قدیمی؟ چقدیه؟ چند سنتی بود؟ 5 سنت. هزار و 5 سنت خیلی بوده. 28 عروسی میگرفتم باش. ما وقتی اینو دیدیم گفتیم خب اینو نگه داریم دیگه. اینجوری گرونی نبود که 28 بمونه. دیگه این رفت اینجا. این ترکیب دراورمو خیلی دوست دارم. مطمئنا اینجا پرتر میشه. بعد اصلا شکلش هم عوض بشه. بریم تو اون اتاق. بچه ها از اونجایی که شاید شما فکر کنید که ما همه وسیله هامون رو خریدیم و خونه کامله، باید بگم خیر. اشتباه فکر کردی. ببین من یه سری چیزا میخوام. اول بهتون بگم که ما سشوار نداریم، اوتو نداریم. سشوار چیز مهمتریه نسبت به اوتو، به خاطر اینکه خوشکن معمولا درست خوش میکنه، یعنی اونقدر چروک نیستش. واسه همین سشوار واجب تره. سشوار باید بگیریم، اوتو باید بگیریم. و برای این قسمت بچه‌ها، من از بچگی عاشق این بودم که توی اتاق خوابم حتما تلویزیون باشه و بود، و از بچگی من توی اتاق خوابمون تلویزیون داشتیم، از این انقدی سونی کوچیکا. یادت محمد؟ نه ما LCD داشتیم تلویزیون. حرف مفت نزن. شما اصلا تو اتاقت تلویزیون داشتی؟ کلا ما با LED شروع کردیم تلویزیون. آها با LED شروع کردیم. OLED. خلاصه ببین میخوام اینجا برنامه‌ای که دارم براش، یه دونه دراور میخوام بگیرم، دراور بلند، خب مثلا تا اینجا باشه، تا اینجا. یه دونه تلویزیون کوچیک، یه تلویزیونی که مناسب این چیز دیگه، این اندازه است، از روی تخت تا اینجا یه تلویزیونم بگیرم بذارم روش و من شبا بشینم اینجوری اینجا فیلم ببینم. محمد تلویزیونی که خاموش کنه.
سر زمان که خاموش کنم، خاموش میکنم قبل خوابیدن. جایی این که بگه کتاب خونه میخرم، پر کتاب میکنم، فقط کتاب، کتاب، کتاب. فیلم و سریال؟ مثل من سران مطالعه رو ببری بالا. بابا تو که به ما نگو. چالش یک روز یک کتاب من میخوای بپیوندی؟ یعنی تو... هر روز یک کتاب جدید. تو... آره؟ تو این کار میکنی؟ نه من شروع نکردم هنوز. من شروع نمیکنم. باز ما گفتیم بیا جلو دوربین، شروع کردم موهاشو باز و بسته کردم. تو گفتی موهاتو ببند. من گفتم موهات نامرتبه. کی گفتی؟ چرا همیشه موهات نامرتبه؟ خونه است دیگه. باشه محمد، تو اگه میتونستی مثلا یه چیز خیلی با ارزش بذاری روی دراورمون، رو دراور معروفمون، چی میذاشتی؟ اون عکسمون رو میذاشتم دو نفره. وای خب برو بیار اصلا. خدایا من به این مرد اصلا اهمیت نمیدادم. قشنگ از سرت زیادم عزیزم. نه دیگه حرف مفت نزن، اول بهمون نشون بده که اینقدر برات این عکس با ارزشه. آره میدونستی که تو آنتالیا من اینو داشتم میداختم دور؟ آره از تو سطل آشغال تقریبا درش آوردم. نمیدونم چرا بچه ها همچین خطای بزرگی داشتم انجام میدادن. چجوری دلت میومد اینو بندازی دور؟ داستانشو بگو که چیه؟ داستانشو فقط نمیدونم، تو باید بگی. من این کادوی تولدت من بر تولد گرفتم میگی. بعد اینم بهت دادم. خب چرا داشتی مینداختیش دور؟ نمیدونم حس کردم خراب شده. نه هم خرابش هم قشنگه. اسم روی دراورمون بذاریم. اسمشو بذاریم یه اسمی که مثلا بگیم بذاریم توی اون، یعنی یه اسم خاص. اسم منو بذاریم روش. بذاریم تو محمد. آره. نمیشه که. ببین مثلا الان میگیم رو دراورمو، یعنی دراور چی؟ بذاریم دراور خاطره ها. دراور خاطرات. دراور خاطرات نیست آخه اون. خب تو الان خودت گفتی داره برای خاطره ها. تو چرا سری قبول کردی؟ آخه خودم خواستم همینو بگم. خاطرات نیست آخه واقعا. اسمشو بذاریم memory remains. نه دراور خیلی اسم عالیه. تایید شد. عالی. دراور خالی. بزن قدش بابا تمام.